حامی تیوی پلاس در 36 جشنواره فیلم فجر. تا الان فکر کنم 4-5 تا فیلم دیدین شما تو جشنواره. الانم که به وقت شما حاتمی کیا رو دیدین. بله. چطور بود؟ جشنواره خیلی خوب. به هر حال به همون اندازه که همیشه فیلم متوسط و خوب و احیانا عالی داریم که هنوز من نرسیدم بهش. جشنواره امسال هم فیلمای خوبی توش هست. وقت شام چطور؟ راجع به فیلم‌ها حرف نمیزنم. شما خود آقای میکرمی یه ذره اول جشنواره شما خودتون تجربه این بحث داوری رو هم دارین. کسی نقد ها وارد بود به هیئت داوران، میگفتن که حالا یکی از افرادی که مثلا آدم سینمایی نیست، معاون صدا بوده، حالا با توجه به اینکه تو شورای پروانه نمایش هم حضور دارن، ولی علیرغم همه اینا خیلی نقد ها وارد بود. شما نظری ندارین راجع به این؟ والا من یه نقد جدی تر دارم به جشنواره که سال هاست در واقع نقطه نظرمه و گفتم، و اون اینکه هیچ ترکیب داوری، یعنی حتی درجه یکترین داورها رو هم شما انتخاب کنید، این تعداد جایزه رو از این تعداد فیلم نمیتونن آنالیز کنن و با عدالت جدا کنن. حالا نمیگم قطعا نمیتونن، ولی احتمالش خیلی ضعیفه، یا به یه نسبت احتمال خطا خیلی زیاد. و اصولا که فکر میکنم من هیچ جشنواره‌ای در دنیا سراغ ندارم که 25-6 تا فیلم رو تو بخش مسابقه بذارن، توی فاصله 10 روز به 5 نفر بگن که شما 17-18 تا جایزه رو توش جدا کنید. یعنی یه همچین ذهن آنالیزوری اصلا من سراغ ندارم، حتی اسپیلبرگ اگه باشه. در نتیجه اصلا گیری به این که ترکیب داوران کیا هستن یا کیا نیستن ندارم، زمینه که داورایی که انتخاب شدن آدمای محترمی هستن و حرفه‌ای هستن، مثلا جدی‌تره. کلا شما میگین که میتواند مثل اسکار مثلا آکادمی تور باشد؟ ببینید اون مدل از مراسم که جایزه زیاد میدن مال فیلم‌هایی که اکران شده و تمام شده، یعنی رونمایی فیلم نیست. ضمن اینکه تعداد آدم‌هایی که قضاوت می‌کنن خیلی بیشتره، ضریب خطا کم میشه و اونها هم از بازخوردهایی که تو اکران برای فیلم اتفاق افتاده استفاده میکنن تو قضاوتشون. به همین دلیل برای جوایز فنی و برای جوایز این شکلی اون ترکیب درست تره. برای جشنواره‌هایی که فیلم‌ها درش رونمایی میشه، مثل جشنواره‌هایی که فیلم‌ها نمایش داده میشه، جشنواره از نه مراسم، معمولاً 5-7 جایزه بیشتر نیست و معمولاً هم 15 تا فیلم بیشتر تو بخش مسابقه نیست. هرچند که باز دوره تو همچین شرایطی هم مشکلات زیادی برای داورا بعضی وقتا پیش میاد، مجبور میشن یه فیلم رو دوبار ببینن تا بتونن قضاوت کنن. به هر حال فکر میکنم اسلوبمون یه خورده ایراد داره، ولی در مورد ترکیب هیئت داوران نظری ندارم. کسایی که دستیار شما بودن کارگردان شدن، فیلم میسازن، خوبم میسازن. خوبه که خیلی خوبه. آدم بخشی از تولید اینه که فقط فیلم نباید بسازیم، باید آره یه کسایی رو هم اگر استعداد دارن بهشون کمک کنی، اون تجربه تو در اختیارشون بذاری اگه تجربه وجود داشته باشه، و خوبه. فیلم ها توی جشنواره نیومدن. بزنین اول اینو بپرسم، شما درگیر یک سریالی هستین؟ به خاطر سریالتون برای جشنواره امسال فیلم نساختین؟ من هم درگیر پیش تولید یک سریال هستم که خیلی وقتمو گرفته، و هم به شدت درگیر جشنواره جهانی فیلم فجر هستم که الان یک سال دبیرخونه‌اش فعاله و با یک نظم دقیقی داره آماده میشه برای اینکه برگزار بشه، فیلم‌هایی رو انتخاب می‌کنه، مهمانان رو دعوت می‌کنه. اینا وقتمو خیلی گرفته، امیدوارم سال بعد بتونم فیلم بسازم.